به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور. این برنامه رو چه در حال حاضر به صورت لایو میبینید، چه در آینده در اپلیکیشن های مختلف. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در 28 مرداد ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی با یک افشاگری بسیار بسیار مهم از رستاخیز سیمرغ در پیشگاه یکایک شما عزیزان هستیم. قبل از آغاز برنامه اجازه بدید شاد باش بگم 28 مرداد ماه رو انقلاب ملت و ارتش رو در مقابل مصدق خائن و کودتایی که میخواست انجام بده در برابر حکومت پادشاهی و بر علیه پادشاه، و در 28 مرداد مردم و ارتش در مقابل این خائنا ایستادن و این ایران ستیزان رو به سزای اعمالشون رسوندن. و یک تسلیت میگم به تمام مصدق مالها و شاپور بختیار مالها. اما در آغاز برنامه بریم سراغ دو دوست و همرزم عزیزم، جناب دکتر سروش مهراد و جناب قاسمی. ما امروز جناب قاسمی رو فقط با صوت خواهیم داشت، همراه ما خواهند بود، اما از صحبت‌های ارزشمندشون لطف کردن و ما رو محروم نکردن. در ابتدا جناب دکتر سروش مهراد، درود بر شما و خیلی خوش آمدید. درود بر شما کدوان قاسمی گرامی، کدوان کمالپور گرامی، درود میگویم به همه هممیهنان در هر کجای جهان که هستن، به ویژه در ایران کنونی، و همه همتباران، همزبانان در سرتاسر جاهایی که ایرانی تباران زندگی می کند. هر جا که کرد هست آنجا ایران است، در افغانستان یا همان آریانای باستانی، در پشتونستان و بلوچستان پاکستان، در آسیای میانه تاجیکستان و تاجیکستان غربی به پایتختی دو شهر سمرقند و بخارا، در کفکاز یا قفقاز و هر جای دیگری که ایرانیان و ایرانی تباران زیست می کند، با آرزوی بهترین ها که تندرستی و شادی است برای همه آنها. من هم شاد باش میگم 28 مرداد رو، این روز بزرگ رو، روز خیزش میهنی رو، و پروانه بدید همچنین یادی بکنیم از هممیهنانی که شوربختانه امروز هم روز بزرگی است که درش یک خیزش میهنی آگاهانه بر پایه میهن پرستی رخ داده، هم روزی است که باید که شوربختانه نمیشه یاد نکرد، روز به آتش کشیدن، زنده زنده سوزاندن 630 و به روایتی 677 تن از هممیهنانمون در سینما رکس آبادان با دستور مستقیم خمینی و پیمانکاری و سرپرستی سید علی خامنه‌ای و سید احمد خمینی و دیگر اراذل و اوباش شورشی 57 است. سال 57 یادمون نره بیش از 30 سینما در ایران با آتش کشیده شد و اون سال رو نامش رو گذاشتن سال سینما سوزان. یاد همه اون جانباختگانی که با زجر و با شکنجه زنده زنده سوختن، از زن و مرد و پیر و جوان و کودک رو گرامی می‌داریم. امیدوارم روانشون در شادی و آرامش باشه، ولی روزی به شادی ابدی خواهد رسید که تمام پایه‌گذاران و مسببین و عاملینش به اشد مجازات محکوم بشن. سپاسگزارم. بله، سپاس از شما دکتر جان. من هم جا داره این روز رو تسلیت بگم به تمام خانواده و بازماندگان و روح تمام عزیزانی که در سینما رکس آبادان توسط این جلادان زنده زنده سوزانده شدن و تبدیل شدن به تلی از خاکستر. شاد باش بگم، روحشون شاد و نور بر آرامگاهشون بباره. درود بر شما جناب قاسمی عزیز. درود بر شما جناب کمالپور، دکتر سروش مهراد نازنین، درود به همه بینندگان عزیز رستاخیز سیمرغ در فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، بعدن اینستاگرام و جاهای دیگه. خب درود و تبریک و تسلیت رو شما دوستان گفتید، ولی یک چیزی که خیلی اینجا مهمه، مسببین این کار یک پوششی داشتن قبل از فاجعه 57 به اسم مشروطه، و در این پوشش مشروطه مصدقی بود، کمونیست بود، توده‌ای بود، چریک بود، چروک بود، مجاهد خلق بود، آخوند بود، و همه ی اراذل و اوباش 57 درش نقش داشتن. بنابراین فکر کنم که دیگه وقتش رسیده که خیلی راحت و خیلی شفافتر اینو همیانان بدونن. فاجعه 57 مصیبتی بود که
فتنه مشروطه و توطئه مشروطه چیان از 28 مرداد، در حقیقت میشه بگیم 25 مرداد، ولی خب بعد این فتنه شروع شد، رخنه کرد و در نهایت موفق شد در سال 57 ایران رو به نابودی برسونه. و خیلی مهمه اتفاقا در همین ایام و در همین زمانهایی که الان هستیم، چه از نظر خیزش ملت ایران، تصمیمی که ملت گرفتن، و چه از نظر تاریخی یه نگاه درستی به گذشته بکنیم، ببینیم از کجا توطئه فریب، از کجا سناریو فریب در ایران شکل گرفت و الان در این وضعیت که جمهوری اسلامی اتفاقا سوار یک موجی شده به نام بازگشت به مشروطه، که این برنامه تخصص داره اتفاقا به همین جریان، بازی ها رو بدونیم، افراد رو بدونیم، چرا اینکه آگاهی لازمه آزادیه. ما اگر خیلی از مسائل رو ندونیم، بنابراین چیزی که خیلی ها ادعا میکنن مبارز هستن و نمیخوان به این مسائل بپردازن یا مماشات میکنن، در حقیقت دلالانی بیش نیستن، چون شما تا حقیقت و واقعیت داستان رو ندونی در میدان مبارزه مرتب فریب میخوری. کما اینکه در قیام 1401 دیدید، سه ماه اول مردم پیروز میدان سوار بر نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی بودن و اینها بودن که فرار میکردن، ولی بعد با فریب اسماعیلیون و قومی کلا و امثال هم به نام دموکراسی دیدید که چه بلایی به سر مردم ایران اومد. و این بار هم که داریم نزدیک میشیم به اون انفجار بزرگ یا رستاخیز بزرگ، باید بدونیم چه دامی جمهوری اسلامی برامون پهن کرده به نام بازگشت مشروطه، که حالا سعی میکنیم توی این برنامه بیشتر بهش بپردازیم و عوامل مجری این طرح در اپوزیسیون خارج از کشور و در داخل ایران. امیدوارم که برسیم و همه این گفتمان ها رو امروز انجام بدیم. در خدمتتون هستم دوستان. بله، سپاس از شما جناب قاسمی. یه تبعیض قائل شدی به جناب دکتر مهراد، گفتی نازنین به من نگفتی، بعدا در خدمت خواهم بود به صورت جداگانه. اما خدمتون عرض کنم دوستان، این برنامه بسیار بسیار حائز اهمیته، همونطوری که جناب قاسمی اشاره کردن. این برنامه چند دلیل داره. یکی پرداختن کاملا مستند با مدارک و اسناد شفاف به واژه مشروطه، که از کجا شروع شده در دل اپوزیسیون مشروطه مشروطه گفتن، و شناخت گروه هایی که تشکیل شد و باعث شد همزمان با قیام مردم در 1401 این قیام رو به حاشیه ببره و منحرف بکنه و در نهایت خاموش بکنه به نفع جمهوری اسلامی. ما چندی پیش یه دونه لایو گذاشتیم و برنامه‌ای رو پخش کردیم که من و جناب دکتر سروش مهراد با بانو صفارپور گفتگو کرده بودیم در رابطه با ماهیت حجت الله کلاشی. اون یک پیش مقدمه‌ای بود در خصوص این برنامه، که مطمئنم این برنامه یکی از مفصل‌ترین برنامه‌های رستاخیز سیمور خواهد بود، به دلیل حجم بالای اسنادی که می‌خوایم نشون بدیم، صحبت‌هایی که می‌خوایم بکنیم، جریان‌های پشت پرده‌ای رو که می‌خوایم معرفی بکنیم و ببینیم که اینها از کجا آمدن، الان کجا ایستادن، چه کسانی دستور میدن و چه کسانی کارگزاران اینها هستند و چه کسانی عروسکان خیمه شب بازی در مقابل پرده به عنوان سیبل مستقیم در مقابل مردم در حال ایفای نقش هستند. بنابر این اگر براتون زحمتی نیست، در هر جایی که این برنامه رو مشاهده می‌کنید، چه الان به صورت لایو در پیج رسمی رستاخیز سیمرغ در گروه ها منتشر بکنید، اشتراک گذاری بکنید، و در آینده در یوتیوب یا هر جای دیگه که این برنامه رو ببینید منتشر بکنید، تا هممیهنان عزیز ما، خصوصا نسل جوانی که به دنبال واقعیت هست و برای روشن شدن فکرش، مغزش، نگاهش به ایدئولوژی سیاسی، نگاهش به آینده ایران داره تلاش میکنه اطلاعات ارزنده‌ای رو به دست بیاره، بتونن این برنامه ها رو ببینن تا بدونن کجا باید قدم بردارن، پشت سر چه کسی باید بیستن، که ما در طول تمام برنامه هامون در طول سالیانی که داریم میجنگیم گفتیم فقط رضا شاه دوم، پهلوی سوم رو باید بشناسید و به ایشون اعتماد کنید. بنابراین بریم شروع بکنیم برنامه رو. در رابطه با اجازه دوستان من این پیش مقدمه رو بگم، چون همزمان باید کارهای دیگرم انجام بدم.
در 1401 وقتی قیام شروع شد، یک سری اتفاقاتی رقم خورد که من و جناب قاسمی در برنامه های مختلف، در لایو های مختلف اینو اشاره کردیم که چه شبکه سازی توسط سیستم امنیتی جمهوری اسلامی دستور داده شد به نیروهای صادراتیشون در خارج از ایران شروع کنند به ساختنش. گروه هایی که قبلا امتحانشون رو پس داده بودن، نشون داده بودن که کارنامه ندارن، صفرن، میهن پرست نیستن و چهرهشون و دستشون برای مردم ایران رو شده بود و مردم میشناختن، خصوصا نسل جوان میشناختن. اما بازی با واژگان در شبکه سازی یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین بازی های جنگ روانی سیستم های امنیتی و اطلاعاتی است که در زمانهایی که در یک بزنگایی، در یک گوشهی در رینگ گیر میکنن ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن انسجام مخالفان رو از بین ببرن و این انسجام رو تبدیل بکنن به از هم گسستگی، از هم گسیختگی. در همان هیاهو بودیم که دیدیم شبکه قبلتر به اسم فرشگرد اومد یک گروهی رو راه انداخت به اسم حزب ایران نوین و شروع کرد کار کردن با این نام که اگر کننده بودن، اگر کاری بلد بودن، اگر دغدغه‌شون ایران بود، نام کاری رو عوض نمی‌کنه. نام یک مجموعه نمیتونه اثر بذاره در راندمان کاری یک گروه، بلکه اون اطلاعات، دانش و میهن‌پرستی اعضای اون گروه هستش. حالا این اعضا به اسم فرشگرد کار بکنه یا به اسم حزب ایران نوین چیزی رو عوض نمیکنه، چون اینا دغدغه‌شون ایران نیست. و در همون تاریخ، در اواسط قیام 1401، شاهد این بودیم که اندیشکده کوروش هم شکل گرفت. یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائلی که در رابطه با این دو گروه هست، ائتلاف هایی هستش که با گروه ها، احزاب و سازمان های دیگه ای انجام دادن که در طول این برنامه با اسناد بهتون ثابت میکنیم که با داشتن ائتلاف بین شبکه فرشگرد و حزب ایران نوین با نام جدیدش حزب ایران نوین، با یک حزبی مثل شورای مدیریت گذار از تمامیت ارضی ایران که حسن شریعت مداری سکاندار این تجزیه شده، چه معنی میتونه داشته باشه و چرا در رسانه ها شما میبینید که تمام این اعضا رو به عنوان سلطنت طلب یا پادشاهی خواه یا مشروط طلب به مردم سعی میکنن القا بکنن و تحمیلشون بکنن؟ در گروه اندیشکده کورو شما میبینید افرادی هستن که تا چند وقت پیش با یکی از فسیل های مثلا مخالف جمهوری اسلامی که تا سال 57 به صورت تروریستی با حکومت شاهنشاهی می جنگید کار می کردن. در اون حزب، حزب سکولار دموکرات اسماعیل نوری علا کار می کردن و بعد ناگهان کسی که جمهوری خواه بود، کسی که دنبال جمهوری فدرالی بود، لباسش رو براش عوض میکنن، میگن از اینجا به بعد تو باید ماموریتت عوض شه، برو در اندیشکده کوروش به عنوان مشروط خواه شروع کن جنگیدن، شروع کن حرف زدن، در کنفرانس ها صحبت کن. کسی که در قیام 1401 در بحبوهی که مردم کف خیابون بودن، جوانها داشتن جونشون رو از دست میدادن، خیلی ها بازداشت شده بودن و عملا به قول جناب قاسمی و با اسنادی که خودتون در طول قیام 1401 دیدید، خیابون‌ها در اختیار مردم بود، اومد مردم و آقای بهراد توکلی دعوت کرد به راهپیمایی سکوت، به این که برید سکوت کنید، الان برید تو خونهاتون، بعد در فلان روز بیایید از میدان راهن تا میدان تجریش راهپیمایی سکوت کنید. ناگهان می‌بینیم در اندیشکده کوروش حضور دارن در کنفرانس‌هاشون، در سخنرانی‌هاشون. این پیش مقدمه رو گفتم تا برسیم به یک گروهی به اسم گروه ایرانگرا که شاهد این هستیم حجت کلاشی، حجت الله کلاشی، کسی که از داخل ایران مستقیما با وزارت اطلاعات کار میکرده. در برنامه بانو سفارپور اشاراتی کردیم، امروزم بخشایی رو دوباره برای یادآوری پخش خواهیم کرد. با وزارت اطلاعات کار میکرده، بعد ماموریتش عوض میشه، از وزارت اطلاعات میره زیر مجموعه سازمان اطلاعات سپاه و عملا
دستورات رو از اطلاعات سپاه می گرفته، میاد وارد گروه ایرانگرا در کنار حزب ایران نوین، اندیشکده کوروش و یک سری افرادی مثل عرفان قانعی فرد، بابک شکرابی، امیرحسین اعتمادی، سعید قاسمی نژاد، علیرضا کیانی، بهزاد مهرانی و و و دیگرانی قرار میگیره، روشنک آسترکی قرار میگیرن تا به کجا برسن و مردم رو مجبور کنن به چه سمتی نگاه کنن. اینا رو گفتم، بریم صحبت های دوستان رو بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود با یک برنامه کاملا جنجالی. جناب دکتر سروش مهراد بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم از گفتهای ارزشمندتون. ببینید، چرا به یه شخصی مثل حجت الله کلاشی، که من بهتره به جای کلاشی بگم کلاشی، چون به راستی کلاشه، آلوده به دیو دروغ و ریا و فریب، نمیدونم این انسان چرا اینقدر به آسانی دروغ میگه. حجت اگه نادرست نگم سال 80 پیوست به حزب پانیرانیست، منم تقریبا از همون سال 80-81 آغاز آشنایی من با حزب پانیرانیست بود. من هیچگاه پانیرانیست حزبی نبودم، ولی چون دوستان نزدیکی توی حزب پانیرانیست در اهواز و تهران داشتم، به ویژه در خوزستان، شروع کردم به دفتر حزب رفت آمد کردن در خوزستان و در تهران. بسیاری از بزرگان حزب رو از نزدیک دیدم و آشنایی داشتن با من و من با اونها، بزرگانی مانند روانشاد دکتر میرانی که سرپرست حزب در خوزستان بودن، وکیل بودن ایشون، و خود روانشاد پزشکپور و روانشاد جعفری، روانشاد طبیب و دکتر سهراب اعظم زنگنه که اکنون دبیر کل هستند، بانو صفارپور که اگر نادرست نگم 12-13 سال دبیر کل حزب بودن، این بزرگوارانی که اکنون هستن و من رو به یاد دارن و میشناسن. و من پیش از در این در روزهای گذشته هم برای که یک مرور خاطراتی بشه و یادآوری بشه برخی چیزها، با این بزرگان گفتگو کردم، با دکتر یزدی، با دکتر اعظم زنگنه، سهراب اعظم زنگنه و بانو صفارپور من گفتگو داشتم. و باور بفرمایید، خب من سالهاست از ایران دورم، چند مورد از این مطالب رو من اطلاع نداشتم. یعنی باور بکنید، من به احترام کسایی که این برنامه رو امروز میبینند، که شاید در میانشان افرادی میدونم هستن که سالها از نزدیک ندیدمشون، از بزرگان هستن، کمی این خشم و این ناراحتی خودم رو کنترل میکنم، وگرنه من تا امروز که دست کم 40 سال سن دارم، باور بفرمایید انسانی به پلیدی و پلشتی و ددمنشی حجت الله کلاشی من ندیدم. یعنی رفتارهایی که از این آقا سر زده در از روز آشناییش با حزب پانیرانیست تا به امروز، شما نمیدونم، حالا یه کسی میگن تروریسته، خب تروریسته، اسلحه دست گرفته آسیب زده یا آرمان یا خواست آسیب زدن داشته، ولی این فرد کارهایی رو کرده که من شاید چی بگم، من از کمتر کسی دیدم که اسم خودش رو سیاسی یا سیاستمدار بگذارد. البته ایشون سیاستمدار نیست، یه سیاستباز حرفه‌ای است و امروز هم به این موارد خواهم پرداخت. چقدر من به من زمان میدید که من یه مروری بکنم به بعضی از این مواردی که این جرثومه در کارنامه سیاه این جرثومه موجوده و رو در آسی رو دیگه باید گذاشت کنار و به آگاهی هممیهنان رسون، چون دولت فخیمه انگلستان و اراذل اوباش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در اروپا و در آمریکای مانند شهرام شارلاتان به شدت در این چند ماه گذشته از این آقا پشتیبانی کردن. شما بهتر از من، شما و کدمان قاسمی گرامی بهتر از من جرثومه مانند شهرام شارلاتان رو میشناسید که اگه سود نداشته باشه براش، خودش هم نمیاد جلو دوربین بشینه، چه برسه دیگران رو بیاره. و این نشون دهنده اینه که اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات سیبیل نداشته شهرام شارلاتان رو به شدت چرب کردن که دستش رو گذاشت پشت سر حجت و کلاشی و بخشی از دستگاه تبلیغاتی بود که برای حجت الله کلاشی کار میکرد. همین باند اراذل اوباش شهرام شارلاتان در اون شبکه بودن که من چند روز پیش هم دیدم یک مجری جلف و جفنگی دارن به نام یاسر، خزعلی رو دعوت کرده بودن و
میخندیدن و ریشخند میکردن نامزدی شاهدخت نور رو. یعنی پستی اینها، ببین اینا همه از یه آبشخور آب میخورن. دکتر جان ببخشید، دکتر جان شما زمان هر چقدر بخواید دارید، این برنامه کامل باید مفصل پرداخته بشه، شما هر چقدر زمان لازم دارید صحبت کنید، بیوگرافیشو بفهمید. سپاسگزارم، سپاسگزارم از شما، از کدوان قاسمی گرامی و از همه بینندگان گرامی. خب نشسته بودن داشتن نامزدی شادخ نور رو به ریشخند میکردن، که یعنی تو ایران مرد پیدا نمیشه که ایشون با یه آمریکایی نامزد کرده. عین میمون دهنشون رو باز کرده بودن، هرکره میکردن. اینان دیگه، این اراذل و اوباش امروز شدن میداندار و یک تروریست اسلامگرای ایران ستیز شکنجهگری به نام خزعلی باید بیاد بشینه اونجا و به بزرگان کشور ما و ایران سازان بخنده و نامزدی شاهدخت نور رو دستاویزی بکنه برای پهلوی ستیزی. نمیدونم بساط این کسافتکاری که ببخشید شاهدخت ایمان، پوزش میخوام، سپاسگزارم از یادآوریتون. شاهدخت ایمان، بله، دختر دوم رضا شاه دوم، سپاسگزارم. نمیدونم بساط این کسافتکاری کی جمع خواهد شد، ولی تا زمانی که ملت ایران آزادیشون رو با آگاهی و بر پایه میهن پرستی پس بگیرن. ولی باور دارم رسانه های مانند رستاخیز نقش بزرگی دارن، به ویژه رستاخیز سیمرغ، به دلیل اینکه نه از کسی دستور میگیره، نه کسی بهش چیزی رو دیکته میکنه، نه حب و بغض نسبت به کسی داره، و اگرم حب و بغضی اگر برای رستاخیز پیش میاد بر پایه میهن پرستیه. یعنی به کسانی که میهن رو به گونه خالص دوست دارن احترام میذاره و دشمن ایران ستیزان و تمام کسانی است که دارن برای جمهوری اسلامی مزدوری میکنن. هم میهنان گرامی، پروانه بدید من برم سر اصل مطلب. حجت کلاشی تو دانشگاه کارشناسیش رو توی دانشگاه تهران مرکز، دانشگاه آزاد گرفته، کارشناسی ارشدش رو هم توی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، اگه نادرست نگم. حجت بانو سفارپور به تفصیل به این مسئله پرداختن، حالا من یه اشاره میکنم. حالا دختر بانو سفارپور و چند تن دیگه از پانیرانیستا اونجا دانشجو بودن و از اون طریق ایشون با حزب پانیرانیست به اصطلاح آشنا میشه، ولی با تیکای پازلی که من کنار هم گذاشتم، چون حجتم توی انجمن اسلامی دانشگاه آزاد بوده و همم این رو به یه فردی که با این فاتی کاماندوهای انجمن لاس میزنه و چند بار دیده بودنش میشناسنش و مزاحمت ایجاد میکرد برای دانشجوها، جاسوسی دانشجوها رو میکرد، برای دانشجوها درد سرسازی و پرونده سازی میکرد حجت الله کلاشی. بعدا خلاصه حالا چه دستوری به ایشون داده شد، هول خورد، فرستاده شد تو حزب پانیرانیست. ببینید من همینجا هم بگم، من وکیل مدافع حزب پانیرانیست نیستم، من حزب پانیرانیست رو به دلایلی دوست دارم، دوستان بسیاری، نزدیکان بسیاری در این حزب دارم، بسیارم بهشون احترام میذارم، ولی من وکیل مدافعشون نیستم. هر کسی آزاد هر انتقادی داره نسبت به هر گروه و دسته سیاسی از جمله حزب پانیرانیست داشته باشه، ولی من چند سال توی حزب رفت آمد داشتم و بسیاری از بزرگان حزب رو از نزدیک دیدم، از جمله روانشاد پزشکپور. ببینید حجت هول خورد رفت، یعنی فرستاده شد با طرح و برنامه، حجت از انجمن اسلامی یه دفعه در اومد و هولش دادن تو حزب پانیرانیست. چرا؟ چون اون موقع که ما پس از شورش 57 جبهه ملی که رسوای عام و خاص بود، ارتجای سرخ و سیاه که ملت بیزار و اینقدر از اینها بیزار بودن که حاضر نبودن آب دهن رو حرام چهره پلید ارتجای سرخ و سیاه بکنن، چه اسلامگراهاش که ارتجای سیاه باشن و چپی ها چپ مغزان ارتجای سرخ. حزب پانیرانیست در اون سالها پس از فتنه خاتمی به قول گفتنی جمهوری اسلامی میگه، ولی یا فریب که اینو ما باید بگیم که بخشی از هممیهنان ساده ما رو به امید اصلاحات فریب دادن، حزب مردم بسیاری از اونایی که باید و شاید دیگه ماهیت این اصلاح طلبا بعد از یک چند سالی روشن شده بود برای هممیهنان گرامی، برخی از جوانان آگاه دنبال یک آبشخور دیگه ای میگشتن. اون موقع هم که تو کشور درست پانیرانیستا به شدت زیر فشار بودن، هر چند وقت یه بار به دفتراشون به خونهاشون حمله میشد، ولی داشتن توی ده ها شهر ایران فعالیت میکردن آشکار و پنهان و به خوبی داشتن، من اون در اون سالها میدیدم که به خوبی داشتن یارگیری میکردن. یعنی دارم لزوم این که حجت کلاشی چرا فرستاده شد در حزب پانیرانیست رو دارم به شما میدم.
فرستاده داشتن خوب یارگیری میکردن. من در دفتر حزب در اهواز از تمام تیره های ایرانی که در خوزستان زندگی میکنن اونجا دیدم رفت آمد میکردن. در تهران که دیگه بیشتر از سراسر ایران میومدن، از همیهنان سنی گرفته تا همیهنان ارمنی، همیهنان آشوری، زرتشتی، همه دیدم توی حزب، حتی اونایی که درویش بودن. و حزب داشت به خوبی در اون سالها یارگیری میکرد. حجت رو حالا یه پرانتز یا چمانه باز بکنم، حجت از یک خانواده معمولی میاد در اردبیل، خانواده‌اش هنوز هم در اردبیلن، پدرش راننده لودر بود، مادرش خانه‌دار بود، از یک خانواده تقریبا چگونه بگم، از لحاظ اقتصادی پایین بودن. فقر گناه نیست، من اینا رو دارم میذارم کنار همدیگه تا شما برسید به اون نتیجه‌ای که باید برسید. و پدر ایشون بسیار اسلامگرا بود و هست، بسیار دلبسته اسلام بود و دیدگاه تند اسلامگرایی داشت. این آقا رو فرستاد به حوزه علمیه قم در نوجوانی که این آقا بره آخوند بشه، ملا بشه، ملا شیعه، یه دونه دستار بذارن سرش و شروع کنه مردم فریبی. با کاسه نخود. حالا یه مدت هم تو بله با کاسه نخودش رفت از اردبیل تو حوزه. بعد حالا دیگه حالا اونو دیگه نمیدونم، ولی احتمالاً تا اونجایی که میدونم شما این رو برای همیهنان باز خواهید کرد. بعد سپاسگزارم از شما. این آقا رو فرستاد که خودشم تمایل داشت، یعنی با گرز و دگنک اینو نفرستاد پدرش که بره بشه آخوند، اینم تمایل داشت. حالا من دیگه واقعاً اونجایی که نمیدونم میگویم نمیدونم، آنجایی رو که میدونم میگویم میدونم، آنجایی هم که نیاز باشه بگم کی به من این اطلاعات رو داده عنوان خواهم کرد، چون ازشون پروانه یا اجازه گرفتم. خلاصه بعد از یه مدتی فکر میکنم شاید چند ماه یک سالی کمی در همین حدودا، کمی بیش از یک سال، حالا مهم نیست که 7 ماه و 3 روز بوده یا 15 ماه و مثلا 2 روز، بالاخره اونجا آموزش دید، اونجا یه دورهایی رو گذرون تو مدت و تشخیص دادن این آقا خوب دروغ میگه، خوب فریب میده، خوب داستان سرایی و قصه تعریف میکنه. خلاصه این آقا رو گزینش کردن و حالا از اونجا اومد بیرون، بعد اومد تهران که دانشجو شد و از اونجا هم خب بسیار فعال بود، البته بگم بسیار فعال بود توی انجمن اسلامی، از اونجا هم هول خورد رفت تو حزب پانیرانیست. ایشون چند سالی که تو حزب پانیرانیست بود خودش رو یه مقدار خوب نگه داشت، یعنی چرا، این رو به عنوانی که فردی که گرایش‌های اسلامی داره و سینه چاک مصدقه، که من امروز روز 28 مردادم به حجت الله کلاشی و همه اعضای باندش در برون مرز و درون مرز بهشون سوگباد یا تسلیت میگم، چون همه میدونن که حجت 28 مرداد به عنوان یه روز سوگواری بود برای حجت، و اگر کسی میگفت بالای چشم مصدق و سلطنه قجر که عامل کشته شدن رئیس علی دلباری در زمانی که والی فارس بود شد، اگر میگفتن بالای چشم مصدق و سلطنه قجر عبروسی آقا، خلاصه کل بدنش و سیستمش میریخت به هم. به هر روی این آقا میشناختنش در حزب و اون موقع من فکر میکنم چندین بار این رو در حزب دیدم، به عنوان اسلامگرا و یک جمهوری خواه دو آتشه، اینا رو حالا به ترتیب خواهم گفت، جمهوری خواه دو آتشه، طوری که بذارید من این اصطلاح رو از یکی از خیلی اصطلاح زشتی هم هست از یکی از من یادداشت کردم، ایشون حتی بارها از اصطلاح سلطنت طلبان بی خاصیت برای سران حزب پانیرانیست استفاده کرده. من برای حرفم چند تا شاهد دارم، خب برای حرفم چند تا شاهد دارم که آقا به سران حزب پانیرانیست میگفت سلطنت طلبان بی خاصیت. ببینید این یک ناسزای سیاسی است، حالا نگن خب حالا بیخاصیت واژه آنچنان زشتی نیست، تو بیای برای سران حزب پانیرانیست بگی، چون همه سران حزب پانیرانیست و دست کم 90-95% هموندان یا اندامان یا اعضای پانیرانیست هوادار پادشاهی بودن، این آقا بهش فشار اومده بود. حالا درسته چند سال اول رعایت کرد، یه مقدار خودشو کشید بالا. ببینید ایشون در زمان دانشجویی خب از لحاظ مالی بسیار زیر فشار بود، خیلی تحت فشار شدیدی بود ایشون. یک اتاق یه آلونکی تو نظام آباد گرفته بود، اونجا رو کرد مرکز برنامه ریزی برای اهدافش، به بهانه چای خوردن و گفتگو و
بیشتر این جوانای حزب پانیرانیست رو 5 نفر 6 نفر 7 نفر میبرد اونجا باشون نشست میذاشت. متاسفانه ایشون تونست بعضی از این جوانا رو از لحاظ فکری منحرف بکنه. حالا دوستان ممکنه بپرسن هم میهنان که ایشون چگونه هر فردی اختیار خودشو داره؟ بله، ولی اگر فردی آگاهیش کم باشه، فردی تحت تاثیر فرد افراد قرار میتونه بگیره، چرا که نه. و ایشون چند نفر از این اعضا رو با خودش همراه کرد. موقعی که حجت این تونست چند نفر از افراد رو با خودش همراه بکنه، دیگه به جرئت میتونم بگم جفتک اندازی های حجت در حزب تقریبا شروع شد. یعنی باندبازی علیه افراد، شایع پراکنی علیه افراد توی حزب، و منجر به این شد که با اون افراد هم با خودش همراه کرد، آورد توی باند جمهوری خواهی. و یه یارقاری داشت به نام هومن اسکندری که این هومن، حالا حجت رو من توضیح میدم چرا، حجت مأمور وزارت اطلاعات بود، هومن اسکندری با اطلاعات سپاه کار میکرد که سالهای سال هم در اربیل در بخشای کردنشین عراق یا اقلیم شمال عراق یا اقلیم بارزانی این آقا پیمانکار سپاه بود. اینها بالاخره یکی از آخر سپاه میخورد و یکی از آخر وزارت اطلاعات، اینا شروع کردن درگیری ها رو در حزب ایجاد کردن و کاری آقا به جایی رسید که حالا من دارم برخی چیزها رو برای که چون مثنوی 70 من کاغذ شود بخوام برم توی جزئیات تمام این موارد ممکنه برنامه به 7-8 ساعت هم بکشه. ببینید زمانی که بانو صفارپور، خودشون تو برنامه گفتن، بانو صفارپور که گزینه شد در جایگاه دبیر کلی حزب، این آقا به قول گفتنی به شدت دچار هیجانات شد. یعنی خیلی تلاش کرده بود پیش از این، حالا من برخی از این پرانتزا یا کمانه ها رو باز نمی کنم، خیلی خودشو به برخی از خانواده های پانیرانیست بنا به نیت و قصد هایی که شما هم دوستان دوست گرامی در جریان هستین نزدیک کرده بود، تیرش به سنگ خورد. این بار خیز برداشت برای دبیر کلی حزب. دبیر کلی حزب شما ببینید، بس اجازه من یه چند تا از این مورداشو بس بگم حالا توی پرانتزی. بله، ایشون زمانی که وارد این جریان حزب میشه، حتما در مورد حزب پانیرانیست نظر خودم رو بعد از صحبت های دکتر حتما خواهم گفت، ولی خب آقای کلاش برای اینکه بتونه نفوذ کنه در حزب پانیرانیست میره سراغ دخترهای مقامات ارشد حزب برای خواستگاری. اولین شخصی رو که میره دنبالش خانم نوشین جعفری، دختر قدرت الله جعفری، از اعضای شورای رهبری حزب. خب ایشون آقای جعفری ظاهرا تو پوزش میزنه، میره سراغ دختر بعدی آرمیتا طبیب، دختر مهدی طبیب، از اعضای بلندپایه حزب. ایشون هم تو پوزش میزنه، تاکسی برگشت میشه، میره سراغ خانواده بعدی، خانواده پزشکپور، آرشیا زامنی، دختر فریده پزشکپور، خواهر محسن پزشکپور که دبیر کل این حزب بود و اون سخنرانیش هم حتما دوستان در مجلس یادشون هست. و بعد از اون که حالا ایشون هم تو پوزش میزنه چون ماهیتش رو به هر حال احتمالاً میشناختن ولی چرا وارد حزبش کردن حالا اون یه داستانیه، میره خواستگاری 4 تن از دختران دیگه اعضای بلندپایه حزب که هر 7-8 دختری که میره خواستگاریش چون احتمالاً میدونستن مأموریتش چیه جواب منفی بهش میدن. دست آخرم میره میشه شوهر سوم خانم روشنک آسترکی که ایشون هم 2 تا ازدواج داشته مثلا ناموفق، حالا سومیش میشه آقای حجت کلاش که خدا آخر قوت این دوتا رو ازدواج سیاسیشون رو به خیر کنه. و دلیل ازدواج سیاسی این دو تن برادر روشنک آسترکیه، پویا آسترکی که احتمالا دوستان میدونن کیه، یکی از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و یک ایران ستیز به تمام معنا، کسی که لافتوشکش همیشه توی آیت الله بی بی سی پهنه و موازهش در مورد خاندان پهلوی و پادشاهی پهلوی هم که همه دوستان در جریانش هستن. حجت کلاشی از این طریق در اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی 2 قبضه
مأموریت میگیره. اینم یه توضیح پرانتزی بود در میون صحبت دکتر. جدوان قاسمی گرامی میتونم خواهش کنم اون توییتی رو که برای من فرستادید الان رو تصویر دکتر. الان رو تصویر هست. آه رو تصویر سپاسگزارم. بله اینم توییتشه که حالا میتونه یا کماکون خودش هم بخونش. بفرمایید. بله پوریا آستارکی در 1 نوامبر 2018 نوشته، البته حرف مفت ها، من دارم فقط توییت رو میخونم. به نسبت رضا پهلوی من آسترکی بختیاری برای پادشاهی ایران اصلح هستم. از طایفه بختیاری با سابقه و شجرنامه چند صد ساله ریاست و ایلخانی به طور قطع در فردای براندازی و نظامی شاهنشاهی انتخاب اصلح یک شاه آسترکی است نه یک نیم پهلوی. بله بفرمایید جناب. پرانتز توی صحبت های دکتر باز کردم که یک کمی از فعالیت های حجت کلاش رو بگم. بفرمایید دکتر جان. دکتر جان خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. ببینید این جرثومه ای که توییتش رو کدبان کمالپور خوندن، برادر زن حجت کلاشیه، برادر روشنک آسترکی، که البته میدونم تو آسترکی ها بسیار درشون میهن پرست هست و میدونم که خود آسترکی ها از خجالت این پوری آسترکی در خواهند اومد. ببینید یه مطلبم بگم، واقعا پدر روشنک و پوری آدم میهن پرستی بود، یه پانیرانیست بود، بسیار هم فعالیت کرد، حتی مجله اگه نادرست نگم چند شماره از در خوزستان خلیج فارس بود اگه نادرست نگم رو منتشر کرد، حتی گرفتنش، بسیار اذیتش کردند، از کار بیکار شد، چند سال پانیرانیستا کمک مالی میکردن به این خانواده، چون در فعالیت اقتصادی رو به روی پدر روشنک و پوریا بسته بودن و پانیرانیستا کمک مالی میکردن، اینا چند سال با پول پانیرانیستا زندگی کردن. ولی خب مادر روشنک و پوریا که علاقه عجیبی به زندگی تجملاتی داشت و زندگی خودشو با زندگی خواهرش مقایسه میکرد، به شدت مخالف فعالیت‌های میهن‌پرستانه پدرش بود. این دوتا بولک و لولک یا نمیدونم دامب و دامبر دست برورده مادرن، یعنی من فکر میکنم تو اینا چیزی دیده باشم که بگم به پدرشون رفته. اینا دست برورده مادرشونن که اصلا علاقه ای نه به میهن داشت و مخالف شدید فعالیت های شوهرش، فعالیت های میهن پرستانه شوهرش بود. پدرش مرد شریفی بود، بسیار هم بازم میگم میهن پرست بود، تاوانم داد برای میهن پرستی، ولی این دوتا دامبو دامبر اینا دست برورده مادرشونن، چون مادرش زندگی دوست داشت با شکوه و تجملاتی و فعالیت های میهن پرستانه شوهرش رو مزاحم رسیدن به اون سطح از رفاه در زندگی میدونست. به هر روی خلاصه بعد از اینکه گفتم بانو سفارپور به دبیر کلی حزب پانیرانیست برگزیده شد، یعنی رأی دادن به ایشون، همونطوری که تو برنامه گفت، حالا ایشون بسیار بانوی مهربان و با حجب و حیایی هستن، من یه مقدار اینو بازش بکنم. موقعی که ایشون رفتن خونه تماس گرفتن با بانو سفارپور، گفتن که من میخوام بیام خونه تو، رفتن اونجا و پس از کلی زمین چینی عنوان کردن که من از شما خواهش میکنم، شما سنتون کمی بالاست و باید جوانگرایی بکنین و میخواستم از شما خواهش کنم شما به یک نامه رسمی به شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست بنویسید و به نفع من، حالا دقت کنید به این نام ها، به نفع من یعنی حجت الله کلاشی از دبیر کلی برید کنار، تو خونه استراحتتون رو بکنید، از زندگی لذت ببرید و بذارید اختیاراتتون رو به من واگذار بکنید و قبول بکنید در اون نامه قید بکنید که هومن اسکندری، همون مزدور اطلاعات سپاه، بشه معاون من، قائم مقام دبیر کل. بانو سفارپور هم جوابای بایسته شایستهی بهشون دادن و ایشون که میبینه نه تیرش به سنگ خورده، من پوزش میخوام اینگونه میگم، بانو سفارپور رو به تجاوز تهدید میکنه، من پوزش میخوام از بانو سفارپور، یعنی به چه شکلی شروع میکنه لحن صحبتشو عوض کردن که خانم سفارپور شما میدونید که یک زن هستید، گفته بله چه ارتباطی داره، میدونید که اطلاعات زنها رو میبره باشون چیکار میکنه، میدونی که اگه بردنت چه بلایی سرت میارن، بکش کنار. خب تهدید دیگه، تهدید که شاخ و دم که نداره، که بهش گفته بکش کنار وگرنه اطلاعات، یعنی از آخری که داشته آبش خورش بوده مجوز تهدید این خانم رو داشته،
چرا؟ چون اینا فکر کردن وزارت اطلاعات که یک بانوی ایرانی اومده شده دبیر کل حزب، خیلی حالت جذبه ایجاد میکنه و تأثیر میذاره روی نگرش یا دیدگاه افراد نسبت به حزب پانیرانیست در این زمینه. یارگیری هم براشون یه نمره مثبت حساب میشه. این جغله جرثومه رو فرستادن اونجا و علنا ایشون رو تهدید به تجاوز کرد. بانو صفارپور هم رفت در خونه کفشاشو جفت کرد، گفت آقا بزن برو از این خونه بیرون. خب انداختش از این خونه بیرون. ایشون موقعی هم که رفت ولکن ماجرا نشد، با اعضای باندش شروع کردن به درگیری ایجاد کردن توی حزب که چرا یک زن باید بشه. ببین دیدگاه اسلامگرای مصدق پرست جمهوری خواه رو ببینید به چه شکله که چرا یک زن باید بشه دبیر کل حزب. موقعی هم که یه عده‌ای بهش گفتن آقا دهنت رو ببند فردا آبروی خودت میره، یعنی چی چرا یه زن شده دبیر کل حزب، اون موقع مثل خمینی که به حق رأی زنان اعتراض کرد و اون موقع بهش گفتن که این برات پیامد میاره و زنا دیدگاه بدی نسبت بهت پیدا میکنن، چهار تا ایراد دیگر هم چسبون تنگ دل اعتراض به شاهنشاه برای دادن حق رأی به زنان. و این آقا هم رفت یه مقاله نوشت، چون بانو صفارپور آموزگار دبستان بود، مقطع دبستان، یک مقاله نوشت که چگونه یک آموزگار، آیا یک دبیر کل شدن یک آموزگار دبستان شأن حزب را پایین نمی آورد. ببینید دیدگاه این پدر سوخته رو و طرز مقاله نوشتن این آقا رو. حالا به هر صورت ببینید، سعی می کنم یه مقدار برخی چیزها رو چکیده بگم، اینقدر مطلب زیاده باور نمی کنید که من نمی دونم از کدومش رو مطرح بکنم. ببینید حدود سال 89 اگر اشتباه نکنم، سال 89 پزشکپور روانشاد شد رهبر حزب پانیرانیست، روانشاد شد و اتفاقا یک اگه دو سه سال قبل از اونم یه سوء قصدی بشه شد که من فردای اون سوء قصد توی دفتر حزب رفته بودم برای نشست هفتگی، ایشون رو دیدم، تمام صورت و دست و پای ایشون زخمی بود، ایشون رو داشتن توی جوب آبی خفه میکردن دوتا بسیجی با ظاهر بسیجی که همسایه ریختن و ایشون رو نجات دادن، ولی تمام به شدت دچار صدمه شده بود و من صورت و دست و پای زخمی ایشون رو خودم شخصا اونجا دیدم. حالا به هر روی ببینید ایشون یه سکته مغزی کردن، افتادن توی رخت خواب و مدتی بیمار بودن. وقتی که دیگه اختلافات شروع شده بود و حجت کلاشی یارگیریاشو کرده بود، آشکارا توی حزب درگیری زبانی ایجاد میکردن، یه سری فعالیت‌هایی رو به وجود آورده بود اونجا، دیگه پشتش به 7-8 10 نفر 12 نفری بود که باش همراه شده بودن، یه سری سرعتش رو شتابش رو برای ایجاد انفجار و یا انحلال، هدف حجت انحلال حزب پانیرانیست بود، ولی خب اگر برنامهش این بود که حتی نتونه این کار رو بکنه، حزب رو به چند دسته تقسیم بکنه که تقریبا اگه نادرست نگم به سه دسته تقسیم شد، یک دسته عمده که هنوزم هست، دار و دسته باند حجت کلاشی که به دروغ خودشون رو پانیرانیست معرفی میکنن که همه اخراج شدن از حزب پانیرانیست، یک چند نفری دیگه هم رفتن اون دوردورا تو افق محو شدن، حالا از اونها نمیخوام نامی بیارم و اون دسته سوم اصلا مهم نیست. ببینید من میخوام اوج پستی و بی شرافتی بی همه چیزی یک انسان رو اینجا براتون نشون بدم. زمانی که پزشکپور گمان میکنم اگه نادرست نگم ایشون دو سال پایانی زندگیشون در خانه خواهرشون بانو فریده پزشکپور بودن، شوهر خواهرشون هم کدبان زامنی هستن که خواهر و شوهر خواهرشون بسیار زحمت کشیدن برای پزشکپور. بعضی از اعضای حزب پانیرانیست و به ویژه سران پانیرانیست یا هموندان یا اندامان پانیرانیست می رفتن برای دیدار ایشون به خانه کدبان زامنی، آقای زامنی، که امیدوارم ایشون این برنامه رو ببینن. حجت هم به بهانه دیدار می رفت. در یکی از این دیدارها، حالا من براتون تعریف می کنم جریان به چه صورت بوده، آقای زامنی متوجه میشه که حجت، خب شما ببینید یکی سکته مغزی کرده افتاده تو رخت خواب،
با اون وضعیت سکته مغزی بستری توان حرکت نداره، درست نمیتونه حرف بزنه، داشته به این پزشکور فشار می آورده که این حرفایی رو که من بهت میگم تکرار کن. من خیلی دارم جلو خودم رو میگیرم که من اینجا از دایره ادب خارج نشم. آدم با دشمنش هم حجت کلاشی حرامزاده، آدم با دشمنش هم این کارو نمیکنه که بری به کسی که افتاده تو رخت خواب فشار بیاری و صداشو داری ضبط میکنی، حرامزاده. خب صداشو داشته ضبط میکرده و میگفته تکرار کن این چیزایی رو که بهت میگم. سرور زامنی از پس کله این حرامزاده میگیره، عین موش فاضلا پرتش کردن از خونه زامنی بیرون. خب شما به من بگی نام این رو چه نامی شایسته این آقاست، چه نامی باید روی این گذاشت؟ اصلا بابا دشمن آدم افتاده تو رخت خواب، سکته مغزی کرده، تو بری به این فشار بیاری، هی انگوش بزنی، هی نمیدونم تکونش بدی که این چیزایی که من میگم تکرار بکن. ای تا حالا تو زندگیتون شما همچین چیزی شنیده بودین؟ ای آقا متخصص به قول معروف بدل زدنه. باور نمی کنی زمانی که پزشکور مرد روانشاد شد، همین حجت کلاشی و دار دستش ریختن تو خونه زامنی که آقا چه نشستید که پانیرانیسای اصلی ما هستیم و ما باید پزشکور رو خاک سپاری کنیم. بلای این زامنی سر این حجت و یه چند تا دیگه از اون جرسومه ها در آوردن پرتشون کردن از خونه بیرون. شما ببینید یه فردی که مچشو گرفتن، یقشو گرفتن، انداختنش با بی‌احترامی مثل موش فاضلا پرتش کردن بیرون، بعد میاد زمانی که پزشکور در میگذره میمیره، روانشاد میشه، میاد اونجا میگه آقا من باید خاک سپاری بکنم. خب این که خودش نرفته بود اونجا، اطلاعات اینو فرستاده بود. خب من که بچه که نیستم که. بینندگان گرامی و شما دو دوست میهن پرست گرامی میدونید سخن از چیست. خب میرانی هم همینطور، سرپرست حزب در خوزستان دکتر میرانی، ایشون خب ایشون هم بیمار بودن اگر نادرست نگم، سرطان، بله سرطان داشتن، ایشون روان شاد شدن، روانشون شاد. ایشون پیش از مرگشون تاکید که یعنی بارها با سران حزب صحبت کرده بودن که حجت کلاشی نفوذیه و باید رسما از حزب اخراج شود، از حزب اخراج شود. زمانی که روانشاد میرانی درگذشت، همین آدم پررو به دستور اطلاعات بلند شدن با اون اعضای باند لومپنش، بلند شدن رفتن خوزستان اهواز برای خاکسپاری روانشاد میرانی. حالا دیگه به احترام اینکه خاکسپاریست و کسی درگذشته، با اینا کسی درگیر نشد، گفتن بیاین بذارین میخواین تو خاکسپاری شرکت بکنن. این آقا چیکار کرد؟ خونه یکی از پانیرانیستا شب جمع شدن، مردا در یه خونه بودن، حالا بانوان هم جای دیگه بودن، و این آقا تا صبح نذاشت کسی بخوابه، جر و بس با سران حزب که آقا شما باید دست از موزگیری پادشاهی خواهانه بردارید، آینده حزب در جمهوری است، اعلام کنید که جمهوری خواهید. دکتر اعظم زنگنه که زنده است، سهراب اعظم زنگنه دبیر کل کنونی حزب پانیرانیسته، تا صبح با اینها جر و بس و بگو مگو و درگیری زبانی که باید حزب موضع جمهوری خواهی بگیره. و دبیر کل کنونی حزبم در پاسخ به این حرکت حجت بعداً جزوه شاهنشاهی ایران رو منتشر کردن. حالا شما این تیکار همچون که من تعریف میکنم بذارید کنار هم دیگه. بعدش هم که دیگه بعد از این موارد به قول معروف آقا ببخشید، بانو صفارپور یه خونه‌ای داشتن در سعادت آباد تهران. اینا همه رو دارن به عنوان علت بذارید کنار هم دیگه تا ببینید این اتفاقات به چه صورت بوده. بعد حجت رو از حزب اخراج کردن. حجت رو ببخشید این تیکرم بگم بعد برم روی اخراجش. بانو صفارپور یه خونه‌ای در سعادت آباد داشتن که یه زیرزمین داشت، دو طبقه بود، که یه مستاجر داشتن خودشون طبقه بالا، زیرزمین هم داده بودن به دفتر حزب. توصیه کرده بودن به همسایه‌شون زمانی که من خونه نیستم لطفاً در رو برای
دوستان باز کنید که برن توی زیرزمین که دفتر حزب آزاد باشن، خواستن بیان برن از فضای اون دفتر استفاده بکنن. متعلق اون ساختمون متعلق به بانو صفارپور بود و همسرشون، همسر روانشادشون مهدی صفارپور، و این رو در اختیار حزب گذاشته بودن به گونه رایگان که از اونجا استفاده بکنن، یعنی کمک کرده بودن که حزب یه دفتر داشته باشه. چون پزشکپور دیگه پس از روانشاد شدن پزشکپور تشخیص دادن که حالا حتی زمانی که زنده بودن اگه نادرست نگم خواسته بودن که درخواست کرده بودن که کمک بکنن بانو صفارپور این دفتر رو در نظر بگیرن برای حزب. بانو صفارپور این بزرگواری رو کرده بودن. یه روز اینا میان زنگ خونه هومن اسکندری و که همون مزدور اطلاعات سپاه و آقای حجت کلاشی مزدور وزارت اطلاعات، اینا میان زنگ همسایه رو میزنن و اونم در رو براشون با یه پاینده ایران میگن و در رو باز میکنن و میرن تو، در باز میشه میرن تو، همسایه متوجه میشه بانو صفارپور خونه است، به ایشون میگه شما که خونه بودید اینا چرا زنگ منو زدن؟ بانو صفارپور هم گفته شاید متوجه نبودن که من خونه هستم. میره توی زیرزمین مچ اینا رو میگیره که اینا دارن اسناد مدارک حزب، اسنادی که از دهه 30 و 40 خورشیدی حزب داشته و خیلی هم با دقت نگهداری میشدن و حتی درش اسناد سخنرانی های نمایندگان حزب پانیرانیست تو مجلس شورای ملی بوده، خیلی اسناد مدارک درونی حزب هم بوده، این آقایون ریختن تو گونی دارن میبرن، مچشون رو اونجا میگیره، میگه دارید چیکار میکنید؟ میگه داریم اسناد رو طبقه بندی میکنیم داریم اسناد رو طبقه بندی میکنیم و میخوایم یه سر و سامانی به این چیز بدیم. بعدن که یه اتفاق میفته اینا به اینا مشکوک میشن، شروع میکنن اون مجله ها، اون اسناد، اون پوشه ها، اینا رو بررسی میکنن. بعد از کلی بررسی که چند نفر میشینن و اون اسناد رو ببینن اینا برای چی اینا رو داشتن میریختن تو گونی ببرن، متوجه میشن بس این بار اولی نبوده که این جرثومه ها اونجا اومدن هول خوردن رفتن تو زیر زمین. با تیغ بعضی از این کاغذ ها رو طوری حرفه‌ای از بن و ریشه کاغذ از اون مجله ها و اون اسناد زده بودن که شما باید اگر ورق میزدید شاید مثلا به یه حالت یه ذره با سرعت ورق میزدید متوجه نمیشدید، باید دقت میکردید. اینا نگاه کردن دیدن بسیاری از این اسناد سخنرانی پانیرانیستا در مجلس یا اسناد دیگه درونی حزب متاسفانه به سرقت رفته توسط هومن اسکندری و حجت الله کلاشی. خلاصه حالا سرتون رو درد دارم، اگه مورد دیگه هم بود حالا خواهم گفت. بریم روی مسئله اخراجش. این آقا رو ببینید اخراج کردن، این آقا رو اخراج کردن از حزب، یک ولوله‌ای هم به پا شد، درگیری های بسیاری درست کرد با اعضاش، ریختن تو دفتر حزب، میخواستن به بانو صفارپور حمله فیزیکی بکنن در خونه خودش. شما ببینید باز هم میگم دفتر حزب زیرزمین بزرگ خانه سه طبقه یا دو طبقه بانو صفارپور بود، اینا حمله کردن به دفتر حزب، میخواستن با ضرب و شتم اعضا که بیشترشون هم سنشون بالا بود دفتر حزب رو تسخیر بکنن و اعلام کرده بودن این دفتر ما باید بیایم تو این دفتر رفت آمد بکنیم بعد از اخراجشون، اگه درست به یاد بیارم، و که خوشبختانه چند تن از جوانان اونجا بودن اینا رو سر جاشون نشوندن و بانو صفارپور هم بسیار کوبنده یک پاسخ این جرثومه ها رو داد و اینا رو به زحمت از اونجا به هر صورتی بود انداختن بیرون. یعنی آقا یه آدم لومپنه. شما ببینید حجت کلاشی اگه دستش برسه، شناگر خوبی اگه آب باشه، اگر محیط و شرایط در اختیارش بذارید بسیار انسان خشونت جو و انسان بسیار ناراحتیست، یعنی علاقه زیاد به ایجاد درگیری داره، خیلی علاقه داره، وگرنه به خانه مردم حمله نمی کرد. درسته که اونجا دفتر حزب بوده ولی تو خونه تو ملک شخصی یک کس دیگه ای بوده، یعنی بانو صفار بود. ببینید یه مطلبی که خیلی بسیار مهمه که من برای شما بگم، مسئله که بعد از تازه یه سری دردسر بزرگ بعد از اخراج حجت کلاشی و اعضای باند لومپنش از حزب پانیرانی شروع شد. بارها بانو صفارپور به عنوان دبیر کل حزب، دکتر منوچهر یزدی به عنوان سخنگوی حزب و برخی دیگر از سران پانیرانیست
به اطلاعات وزارت اطلاعات احضار شدن و زیر فشار گذاشته شدن، تهدید شدن که باید حجت به حزب برگرده. دکتر جان اجازه بدید این بخش از صحبت بانو صفارپور رو بشنویم، همین در خصوص همین قسمت. بله اصلا سند زنده است دیگه این بخش دیگه. سپاسگزارم. خواهش به نام خاک پاک ایران. گفتم بله. پس از اخراج رسمیش به دست توسط شما از حزب پانیرانیز، میخواستم بپرسم آیا این منجر به، چون چرا من اینها رو به این کمی پرداختم، چون باز هم میگم حجت الله کلاشی با برنامه و اطلاعات فرستاده شد از دید من به حزب پانیرانیز برای ایجاد یک انفجار درونی در میان پانیرانیز ها. پس از اخراج رسمی حجت الله کلاشی آیا برخوردی از سوی نهادهای امنیتی که ایشون رو آموزش و پرورش داده بودن، آموزشش داده بودن، پرورده بودنش و فرستاده بودنش به حزب پانیرانیز، آیا برخوردی از سوی نهادها با شما در جایگاه دبیر کل حزب پانیرانیز شد؟ بله قربان شد، برای اینکه من پیشنهاد بازگشتش رو دادم که گفتم جوان خیلی شایسته‌ایه، منم تایید کردم گفتم بله ایشون هم شایسته است، هم خوب حرف میزنه، هم دوست داره به جایگاه بالایی برسه، بنابراین شما ببرید. ایشون از نظر تشکیلاتی مردود شده، یعنی اعمالش در راستای حساب تشکیلات نبوده، دستورات و تشکیلاتی نبوده، ولی شما ببرید بهش وکالت بدید، وزارت بدید، معاون وزیر کنید. چند باری ببینید قربون، مسئله پانیرانیست اولا در مورد دین حرف زدید، ما پانیرانیست ها بفرمایید جناب دکتر میکروفونتون بسته است دکتر جان. سپاسگزارم از شما، بسیار سپاسگزارم. ببینید حجت کلاشی همه جا میشینه میگه که من سرپرست نمیدونم جوانان حزب بودم. من این که میدونستم دروغه، ولی در گفتگویی که با دکتر اعظم، دکتر سهراب اعظم زنگنه دبیر کل کنونی حزب داشتم، ایشون عنوان کرد هیچ کس به حجت سرپرستی جوان سازمان جوانان حزب پانیرانیست رو نداد. این عنوان یک تصاحب و جعل از سوی حجت بوده و هست. خب همه چیش دروغه، یعنی ناف آقا رو با دروغ بریدن و این آقا چیزی به نام اخلاقیات سر این آقا نمیشه. این آقا هر کسی توش شما ببینید، بانو صفارپور دبیر کل، دکتر یزدی سخنگو، سران دیگه بارها رفتن اطلاعات، تهدید شدن، آزار دیدن به دلیل اینکه چرا شما حجت رو اخراج کردین، حجت باید به حزب برگرده، ولی خب مقاومت کردن، گفتن نه ما نمیتونیم حجت رو به حزب بر. هر چی به اینا فشار آوردن خوشبختانه گفتن به هیچ عنوان حجت کلاشی، حجت الله کلاشی به حزب پانیرانیست به دلیل خیانتاش، به دلیل دروغاش، به دلیل آشوب برپا کردنش، به دلیل حرکات غیر اخلاقی و غیر انسانی که انجام داده، به هیچ عنوان ما هر پیامدی برای ما داشته باشه به حزب بر نخواهد گشت. ببینید حجت با هر کسی توی حزب درگیر میشد، یعنی کسی با جمهوری خواهی حجت در میافتاد محکومش میکرد، با اسلام گراییش، با مصدق پرستیش، این آقا میدیدید بعدن دو روز، سه روز، یه هفته، دو هفته، یک ماه این آقا احضار میشد وزارت اطلاعات، یه بار، دو بار. و خیلی جالبه بعدن خودش و اعضای باندش میمدن شایعه سازی میکردن فلانی داره با اطلاعات کار میکنه. یعنی شما ببینید سیستم رو، این سیستم از مغزه آدمی مثل کلاشی در نمیاد، کاملا هدفمند برای ایجاد درگیری، برای چند دستگی، برای آشوب در حزب پانیرانیست
این آقا به این شیوه کار، یعنی آدمایی رو که گزارششون رو میداد یا این آقا تایید میکرد، وزارت اطلاعات میبرد و بازجویی میکرد.